اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك. خدایا بنده برگشت احوال، خدایا بنده برگشت احوالم و دستم به آستان تو بلند است، از تو میخواهم، از تو طلب بخشایش و غفران دارم. خدایا برکت را از تو میخواهم. خدایا من بیچاره تا کی این همه دست دعا به تمنا به درگاهت بلند کنم و حاجت از تو بخواهم، اما حاجت نیست که نیست، حاجت نیست. خدای متعال به بندش میفرماید ای بنده ام از دربار من خدا نومید نشو، نومید نشو، نومید نباش، من آفتاب غفران و رحمتم را به سوی تو میفرستم تا تابیدن بگیرد و وجودت را و فضا را روشن کند. ای خدای بزرگ، چقدر بندگانت را دوست داری، چقدر زمان نیاز دست بندگانت را میگیری. همون لحظه آخر، همون دقیقه 90 یک زمان است که رحمت تو تابیدن میگیرد و بنده خدا را برق غفران تو روشن میکند. خدایا این سحر باز هم ما را ببخش و بیامرز، مورد غفران و رحمتت قرار بده و اموات و گذشتگان ما نیز مورد رحمت و بخشایشت قرار بده. آمین یا رب العالمین. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند نور و روشنایی. بسم الله نور، بسم الله نور نور. به نام خدا و با سلام و درود و تحیت بر پیامبر اکرم و اهل بیت اطهار آن حضرت آغاز میکنم و با ذکر سلام و صلوات بر محمد و آل محمد به درگاه ذات اقدس احدیت تقرب میجویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سحرخیزان، ارجمندان، سلام بر شما، وقت شما بخیر. به سحرگاه نهم از ماه مبارک رمضان و به برنامه فصل نیایش خوش آمدید. همه ولایات کشورم، چه ولایات شرقی، چه ولایات جنوبی، چه ولایات شمالی و چه ولایات مرکزی کشور، مثل وردک و غزنه و بامیان و غور و دایکندی، به همه شما سلام و عرض ادب دارم. تقدیم حضور شما بیداردلان میکنیم نهمین ویژه برنامه سحرگاهی فصل نیایش را از شبکه تلویزیونی تمدن. از محضر اندیشمند و از محضر بزرگوار و از محضر پاک همه شما بندگان خوب خدا و هموطنانم التماس دعای خیر دارم. انشالله که تا پایان، تا لحظه های جانبخش اذان، تا بعد از اذان و نماز با ویژه برنامه فصل نیایش همراه و همدم باشید. الله 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 الله. سلمان فارسی رحمت الله علیه میگوید رفیقم، رفیق شفیقم و رسول خدا و رسول مهربانی ها، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرا به 7 خصلت سفارش نمود. ای بابا، اگر اهل دلی، اگر اهل رازی، اگر اهل سحری، اگر بنده خوب خدایی، اگر سحرخیزی و سحر بیدار و شب زنده دار در ماه مبارک رمضانی، اگر پای برنامه فصل نیایش نشسته ای،
گوش کن این سخن از رسول خدا و مهربانی ها رو که سلمان این رو نقل می کند. می گوید رفیقم پیامبر اکرم مرا به 7 خصلت سفارش کرد که در هیچ حال آنها را ترک نخواهم کرد. اول، خصلت اول این است، فرمود که ای سلمان تا می توانی به زیر دست خود نگاه کن، تا می توانی به زیر دست خود نگاه کن. خیلی خوب است، باید یاد بگیریم نگاه کردن به زیر دست سفارش شده است. همیشه به مردمان بالا بالا، به پولدارها، به کسانی که از ما مقامش بالاست، از هر نگاه به اونها نگاه نکنیم، همیشه به آدمای پایین دست نگاه بکنیم. وقتی آدم این گونه باشد، بعد شاکر نعمتهای الهی خواهد شد. چه حدیث گرانبها و قشنگی است، چه حدیث خوبی است که باید در ماه مبارک رمضان اینها را یاد بگیریم. فصل نیایش در ماه رمضان و در سحرگاهان و این سحرگاه نهم ماه مبارک رمضان که ما و شما قرار گرفته ایم، برای این است لااقل اگر سفره سحری انداخته ایم، سجاده نیاز نیایش هم پهن کنیم و لقمه رمز راز الهی و معنوی بچنیم و یک چیزی از مکتب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاد بگیریم. پیامبر اکرم در مکتب اسلام، در مکتب قرآن که این کلام الهی در ماه مبارک رمضان آمده است، برای ما راز و رمز زندگی را نشان می‌دهد. این تلاوت قرآن رو که در ماه مبارک رمضان و در سحرگاهان انجام می‌دهیم، باید به این بیشتر از آن عمل بکنیم. تنها تلاوت قرآن کافی نیست، عمل به قرآن، عمل به قرآن. اگر همه مسلمانان به قرآن عمل می‌کردند، به این مشکلات ما گرفتار نمی‌شدیم. یک بخش رو ملاحظه می‌کنیم، بعد در خدمت شما عزیزان خواهیم آمد. از آن ارجمند بیداردلان گرامی، شما سرخیزانی که بیننده برنامه فصل نیایش هستید، در نهمین سحرگاه ماه مبارک رمضان از شبکه تلویزیونی تمدن، پیامبر اکرم به سلمان فارسی رضی الله عنه فرمود که این 7 خصلت را پیامبر اکرم سفارش کرد، در حقیقت به ما سفارش کرده است، امروز از طریق سلمان با واسطه به ما رسیده است. من میخواهم که این 7 خصلت را برای شما عزیزان بازگو کنم و از رو میخوانم که یک مشکل و سکتگی برای بنده حقیر پیش نیاید. یک درس را بگیریم دیگه. ماه مبارک رمضان یک درس است برای همه ما و شما. پیامبر اکرم این سفارش را کرد، اول به مردمان پایین دست نگاه کن، به مردمان پایین دست نگاه کن و به مردمان بالا دست نگاه نکن. بعد فرمود و این که فقیران را دوست بدارم، گفت ای سلمان فقیران و مستمندان را دوست بدار و به آنها نزدیک شو. هم فقیران رو دوست بدار و هم با اونها نزدیک شو. الله اکبر. خب اینها رو اینجا بگذارید. یک حرف دیگه هم هست، اون این که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در جلسه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، خیلی ها نشسته بودن، یک فرد ثروتمند هم در اونجا بود. یک زمان میگه که همون کت یا شلوار یا هر لباسی که اون زمان بود همین گونه کشید و در نزد یک فقیر و بیچارهی که بود، کمی خود را این طرفتر کرد و خود را کشاند و مثل که از او کمی خود را دور کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شد، گفت چه کار کردی ای مرد ثروتمند؟ از این فقیر خود را دور کردی تا این که فقر او به تو سرایت نکند؟ مگر لباس او با لباس تو چی فرق میکند؟ درست است جنده پوش است، لباس تو لباس مرتب هست، ولی همه بندگان خدا هستند. الله اکبر. درس رو از پیغمبر اکرم یاد بگیریم. این درس ها رو در مکتب اسلام، در مکتب قرآن بنشینیم. در ماه خوب خدا، اگر در ماه خوب خدا اینها رو از پیغمبر اکرم یاد نگیریم، پس کی
ما از پیامبر اکرم یاد میگیریم. ماه خدا، ماه ضیافت و ماه ربیع قرآن هست. از مکتب قرآن، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیز را باید که یاد بگیریم. بخش های از دعای ابو حمزه سومالی رو همه با هم میشنویم، لذت میبریم و بعد در خدمت شما عزیزان هستیم با شرح دعای سحر با جناب آقای ساجدی عزیز و گرامی. الله 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 الله. همراهان عزیز ارجمند، بعد از زمزمه دعای مبارک و شریف ابا حمزه سمالی، هر سحر سراغ یک عالم را میگیریم، در خانه یک عالم میرویم تا میخواهیم که با دستان پر و ارمغان ارزشمند ما را خرسند و شاد سازد و به کلاس درس یک عالم هر سحر سر میزنیم و شرح دعای ابو حمزه سومالی را از این عالم اندیشمند و فرزانه همیشه میشنویم. چقدر زیبا و دلپذیر از سخنان شما جناب آقای استاد سید عبدالکریم حسینی ساجدی، چه نوربخش و فرح بخش است واقعا سخنان ارزشمند شما. در سحرگاه نهم ماه مبارک رمضان به شما سلام عرض ادب دارم و وقت بخیر عرض میکنم. امید که انشاءالله طاعت عبادت حضرت عالی مورد توجهات و عنایت حضرت حق قرار بگیرد. من مثل بینندگان ارجمند گرامی سراپا گوشم، سخنان ارزشمند شما را در شرح دعای ابو حمزه سومالی میشنوم. بفرمایید، در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. ممنون و تشکر جناب آقای قهار عزیز. عرض سلام و ارادت خدمت شما و خدمت همکاران شما. قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما و همچنین اجازه میخوام عرض سلام و ادب کنم خدمت مهمانان بزرگ پروردگاری و یکایک بینندگان و شنوندگان محترم برنامه ارزشی فصل نیایش. در نهمین سحر ماه مبارک رمضان خدمت شما خوبان بر سفره سحر شما زانوی ادب میزنم. حضرت زین العابدین و امام الساجدین علیه آلاف و تحیت و سنا در دعای ابو حمزه سومالی در بخش دیگرش به پروردگار عرض می دارد: یا قابل التوب، یا قابل التوب، ای خدایی که توبه ها را می پذیری. این جمله را باید آویزه قلب خود کنیم. خدمت خصوصا جوانان عزیز در این لحظات نورانی عرض کنم که مراقب باشید. یکی از ترفندهای شیطان این است که شیطان به ما بگه که تو زیاد توبه کردی، توبه ها را شکستاندی، تو زیاد قول دادی، قول ها را عمل نکردی، دیگه نیازی نیست قول بدی. حتی اوقدر دایه مهربانتر از مادر میشه بر ما که میه ما را نصیحت میکنه، مثلا به ما میگه که خدا که مسخره تو نشده، تو توبه کرده بری و توبت را بشکنانی، خدا که بازیچه که نیست. جوانان عزیز، مراقب این رقم وسوسه های بظاهر مقدس شیطان باشین. امام زین العابدین در حالات پروردگار میفرماید خدا قبول کننده توبه ها هست. بازا هر آن که هستی، بازا گر کافر و گبر و بت پرستی، بازا این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. اصلا خصوصیت پروردگار همین که توبه ها را بپذیره،
بازگشت ها را بپذیر، عذر خواهی کردن ها را بپذیر. لذای جمله امام سجاد در این بخش از دعای ابو حمزه سومالی خیلی به ما نور میده، خیلی به ما انگیزه میده، خیلی به ما یک چراغ ادامه راه میده. ناامید نشویم از گناهانی که مرتکب شدیم، برگردیم به سمت پروردگار مهربان. من کیستم که لطف خود ابراز میکنی؟ من کیستم که لطف خود ابراز میکنی؟ در را نیامده برویم باز میکنی. من چوب قهر کردن خود را نخورده‌ام، از بس میآوری و مرا ناز میکنی. اول تو ای همیشه که لبخند میزنی، اول تو ای همیشه که لبخند میزنی، اول تو ای همیشه که آغاز میکنی. من یک گناه کرده ی گردن شکستم، من یک گناه کرده ی گردن شکستم، آیا مرا دوباره سرفراز میکنی؟ بگذار خوب گریه کنم از خجالتت، بگذار خوب گریه کنم از خجالتت. امشب که باز در برویم باز میکنی. گفتم پرم شکسته به دردت نمیخورد، گفتم پرم شکسته به دردت نمیخورد. گفتی دلت شکسته و پرواز میکنی. اللهم عجل ولیک الفرج. سپاسگزارم از شما جناب آقای استاد ساجدی حسینی عزیز بابت این سخنان ارزشمندی که هر سحر از شما میشنویم و لذت میبریم، و این برای ما یک درس اخلاق مکتوب است و از شما هم به یادگار میماند در سحرگاهان ماه مبارک رمضان و این سحر نهم که برای ما این رمز و راز را اشاره کردید و این صحبت هایی که کردید. وقتی که شما صحبت میکنید واقعا که دل ما به درد میآید و اشک هم بعض موقع از چشمان ما جاری میشود. سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی و ارجمندی که با ما یار همراه هستید در نهمین سحرگاه ویژه برنامه فصل نیایش از شبکه تلویزیونی تمدن. یک بخش را ملاحظه میکنیم، بعد برمیگردیم. لحظه های جانبخش خوبی در پیش روی ما هست. امیدوارم که انشاءالله طاعات عبادات همه ما مورد قبول و عنایت حضرت حق قرار بگیرد. کاش در این رمضان لایق دیدار شوم، سحری با نظری لطف تو بیدار شوم. کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان، تا که هم سفره تو لحظه افطار شوم. خدایا در این سحر ماه مبارک رمضان دعا می کنم ظهور امام زمان را برسان. خدایا ما را در این سحرگاهان با برکت مورد غفران و رحمت خیش قرار بده. امشب طلب عشق زدلدار کنیم، شیطان رجیم را سریدار کنیم. امر فرجش اگر محیا باشد، این ماه کنار یار افطار کنیم. سه تا خیر را در زندگی فراموش نکنید: خدا، خوبی، خنده. سه تا شین در زندگی خیلی تأثیر داره: شکر خدا، شجاعت و شهامت. و امیدوارم سه تا سین نصیبتان شود: سعادت، سربلندی و سلامتی. کاش در این رمضان لایق دیدار شوم، سحری با نظر لطف تو بیدار شوم. کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان، تا که هم سفره تو لحظه دیدار شوم.
آمد رمضان هست دعا را اثری، دارد دل من شور و نوای دیگری. ما بنده آسی و گناهکار تو این، ای داور بخشنده و ما کن نظری. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضان ماه دعا و مناجات است. در دعای ماه رمضان می خوانیم اللهم اغنی کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اشفه کل مریض. در دعای ماه رمضان دعای کلی، دعای برای همه است. پس خوب است که در این ماه همه برای همدیگه خود دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحبا ای روزداران مرحبا، ای سراپا نور ایمان مرحبا. چون خدا بیند لبان روزدار، می کند نزد ملائک افتخار. ماه رمضان ماهی است که چراغ پرفروغ نیایشگران و راه و رسم عابدان و شب زنده‌داران را به ما نشان می‌دهد. توجه توجه، سحر بیداران و ارجمندان، شب زنده‌داران و سحرخیزان، تا اذان صبح به افق کابل 15 دقیقه دیگر زمان باقی است. الله 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 الله. عزیزان ارجمند و بیداردلان همراه و همدل، شما شب زنده داران و سحرخیزان، یاد شما باشد، در خاطر شما باشد، همیشه این را یادآور می شوم، نهمین سحرگاه ماه مبارک رمضان هست. دهه اول را داریم پشت سر می گذرانیم. دهه رحمت، دهه برکت، دهه غفران. دهه رحمت، دهه برکت، دهه غفران، این سه دهه در ماه مبارک رمضان نامگذاری شده است. نهایت استفاده و بهره را از این ماه ببریم. اینجا نگاه کنی، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. وجود مقدس و منور امام سید الساجدین زین العابدین علیه السلام به یکی از بندگان خوب خدا این گونه سفارش کرد و فرمود: آگاه باش، خدا همه اعمال تو را زیر نظر دارد و زیر ذره‌بین هستی و دوربین خدا همه اعمال تو را ثبت می کند. آگاه باش، قلب خود را با ذکر خدا جلا بده و زبان خود را با ذکر خدا گویا ساز تا اعمال خیرت در روز قیامت بیشتر گردد و حسنات تو در روز قیامت بیشتر از دیگران باشد. توجه توجه، سرخیزان و ارجمندان، به اطلاع شما می رسانم تا لحظه جانبخش و معنوی اذان صبح به افق کابل 10 دقیقه دیگر زمان باقی است. الله 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 الله. ارجمندان گرامی، در این سحرگاه نهم به شما گفتم و اون سفارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم ناتکمیل ماند. همین گونه هست دیگه، هر سحر بخش های از اینها را اگر یاد بگیریم خیلی زیبا و قشنگ است برای ما و درس آموز. پیامبر اکرم به سلمان فارسی فرمود که فقیران و مستمندان را دوست داشته باش، صله رحم نما، صله رحم نما، حق را بگو و امکان مر را اگر چند تلخ باشد. بعد فرمود که و ان اکثر من ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، همیشه ذکر لا حول ولا قوه الا بالله را به زبان جاری ساز. این ذکر بسیار اثر بخش است که در یک سحر دیگر انشالله برای شما در مورد همین ذکر صحبت میکنیم. حالا لحظه های جان بخش و ملکوتی در راه است. زمان نیاز و نیایش فرا رسیده است. دوستان ارجمندان، دعای سحر را میخواهیم بخواهیم، دعای سحر را می‌خواهیم که بخوانیم و به لحظه‌های اذان نزدیک می‌شویم. زمان مناجات، یک روز دیگر خدا ما را به غفران و رحمت و بخشایش نوید می‌دهد. دست‌ها را بلند می‌کنیم، دعای سحر را زمزمه می‌کنیم: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسألک. الله 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 الله.
الهی چه توفیق بزرگی، چه عنایت و سعادتی که در حق بندگانت کردی در نهمین سحر ماه مبارک رمضان هم کلام بودیم، همراه و همدم بودیم، مهمان لحظه های پرنور سحری شما خوبان و همراه شما در خانه های شما بودیم از طریق دریچه شبکه تلویزیونی تمدن با برنامه فصل نیایش. لحظه های خوبی است، باید از محضر همه شما از آن خداحافظی کنم تا سحرگاه دیگر و تا مجال و صحبت دوباره از محضر همه شما از آن خداحافظی میکنم و التماس دعای خیر دارم. امیدوارم که انشالله دعای همه ما و شما و پیشگاه حضرت حق به اجابت برسد. چه دعایی، چه ذکری که بخوانیم، همه اینها خداوند برای ما اینها را به ارمغان میگیرد و به یادگار میماند. لحظه های خوبی است، باید از محضر همه شما از آن خداحافظی بکنم تا سحرگاه دیگر، تا مجال و صحبت دوباره. خداوند یار و نگهدار شما، حق شما را جلوه دهد. اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم